بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی خلق الحسین نور از الحسین سلام علی الحسین السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و سلام بر شما خوبان و عزیزان بیننده عاشقان حضرت امام حسین علیه السلام امیدوارم هر کجای دنیا که هست جور و صحتمند بوده از زندگی سرشار از صفا و صمیمیت و معنویت داشته باشید ایام به کامتان باشه و تا آتبادات و بندگی هایتان قبول و مقبول درگاه احدیت با کمال امتنان و افتخار با برنامه با بیداری رو برای شما خوبان و عزیزان هستیم و در خدمت استاد بزرگوارم جناب استاد مختاری کارشناس امور دین حضرت استاد سلام بر شما خیلی خوش آمده عزیز تسلیت دارم ایام بنده خدمت جناب آلی و همکاران گرامی شما و بینندگان برنامه خوبیتان ارزی سلام و و احترام دارم و عرض تسلیت ایام اسارت اهل بیت و در خدمت شما هست سلامت باشین حضرت استاد خیلی خوش آمدید و خیلی خوشحالم که افتخار را داریم تا در خدمت شما باشیم حضرت استاد موضوعی را که در خدمت شما هستیم و قبلا هم یکی دو جلسه روی موضوع بحث شد آثار و پیامدهای نهضت آشورا هست خب اتفاق آشورا حادثه آشورا به ظاهر یک حادثه نصف روزی هست و کشته شدن یک تعداد آدم ها و قطعا دارای یک دنیا پیامت ها و آثار هستی از اینجا شروع میکنم استاد که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام در روز آشورا چه اتفاق افتاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین ما اگر در یک نگاه به کربلا به حوادث کربلا بینگریم دشمن اهداف را دنبال میکنه یعنی حاکمیت میخواهد در ارتباط با اهل بیت اوج خصومت و خشونت را به نمایش بگذاره به گونه ای که نسلی از این خاندان باقی نمانه که ادعای برتری و ادعای فضل داشته باشه از همین جهت به کوچکترین سرباز و اعضای این خانواده ترحمی صورت نمیگیره با این هدف که بتوانه نسل اهل بیت رو منقرض بکنه یکی از اهداف دشمن هست که کما اینکه بعدها از گفته های خودشان و از لابلای اشعارشان این مطلب استفاده میشه و همینطور برتری و دوام حاکمیت بنی امیه اینو جز اهداف بوده اما در به. مقابل اهل بیت از مبارزه نرم و از ابزار معنوی و رسوخ در دلهای جامعه اسلامی بهره گرفتن و در حقیقت این مبارزه به کربلا خاتمه پیدا نکرد همچنان ادامه داشت وقت اهل بیت به عنوان اسیر وارد کوفه شدند اینجا هم حاکم کوفه عبید الله زیاد خاص نمایش قدرت به نمایش بگذاره یعنی قدرت نه. خودش را, قدرت را به نمایش بگذاره, بگذاره. اهل بیت را با فجیع ترین حالت ممکن وارد شهر کردن و همینطور مردم را وادار کردند که زن و مرد به تماشا بیایند و خب شاید برخی از افراد جامعه بودند که از عمق قضایا اطلاع نداشتند و بعضا شاید شناختی کافی هم از اهل بیت نداشتند مردمی که در کوفه بودند ولی خب ادعی هم میدانستند خب سعی کردن حکومت نظامی اعلان بکنه و نیروهای زیادی را بالاخره به نمایش بگذاره و اهل بیت را با اون وضع فجیع و دلخراش وارد کردن با گونه ای که بعضی ها نفرین میکردن بعضی ها خب بله خوب شد اینها علیه حاکمیت خروج کرده بودن و به سزای عملشان رسید خب تا توانستن اونها خشونت به کار بردن و از ابزار سخت استفاده کردند. اما در مقابل اهل بیت اسمت و تهارت که در اون زمان پیشوا و رهبر و زعیم امام سجاد علیه صلات و سلام است در این حالی نه. که در روز آشرا مریض بود البته این نکته هم قابل توجه است که این مریضی ادامه نداشت خود شاید روز آشرا بود نه. حالا که دو روز دیگه و بعد خاتمه پیدا کرد خب در رأس این سلسله اوسرا امام سجاد علیه و السلام و سلام عنوان پیشوا و زعیم هست و بعد حضرت زینب سلام الله علیه به عنوان مسئول این خاندان و بالاخره یکی از بزرگین و بزرگانی که مسئولیت هدایت این کاروان رو بر عهده داره خب اینها وارد عرصه شدن با مردم صحبت کردن جنگ دیگه در شهر کوفه آغاز شد دشمن خشونت قدرت اقتدار ظاهری و نظامی خودشان را به رخ کشیدن اما اهل بیت علم دانش تقوا و معنویت خودشان را به رخ کشیدن با مردم صحبت کردند امام سجاد علیه السلام روبروی روبروی مردم قرار رو گفته مردم کوفه که شما به, نما، به تماشا آمده اید اصلا میدانید چی کار کرده اید شما میشناسید می ما کی هستیم ما از چی خاندان هستیم خب در اونجا جالب است که مردم هم بالاخره متوجه میشه و حضرت فرمان اونهایی که ما را نمیشناسه که خب اونهایی که میشناسه که میشناسه اما اونهایی که نمیشناسه خب گوش کنید که خود را معرفی بکنیم <applause> بعد خود را معرفی میکنه نحوه معرفی خیلی جالب است خب من فرزندی که هستم فرزندی که هستم سرانجام فرزند حسین ابن علی هستم اون کسی که در کنار شریعه فراد با لبهای تشنه به شهادت رسید اینجا بالاخره اون حالت عمق فاجعه را به نمایش میگذاره که شما ما فرزند یک چنین خانواده ای هستیم فرزند کسی هستیم که او سیدی جوانهای اهل بیت فرزند پیغمبر هستیم در حقیقت فرزند رسول الله هستیم بر اساس آیات و روایاتی که هست که اینجا دیگه جایی بحثش نیست به. مردم متوجه میشه و مردم شروع میکنه به گریه کردن که خب چه فاجعه ای رخ داده و چی اقدام بزرگ از سوی حکومت صورت گرفته شروع میکنه به گریه کردن و اینجا جالب است که باز به صورت سوال از مردم سوال میکنه امام سجاد علیه السلام اتب کنه علینا شما بر ما گریه میکنین اگر شما بر ما گریه میکنید کی عزیزان ما را قتل عام کردن کی ما را به بند کشیده کی ما را به اسارت آورده خب اینا موج ایجاد میکرد موج درونی و موج معنوی ایجاد میکرد مردم را بیدار میکرد مردم را لااقل اونهایی که میدانستن آگاهانه و آمیدانه دست به چنین جنایت زده بودن لاقل اینجا تنبیه شدن اینها پشیمان شدن در همون روز ورودی به کوفه و با شنیدن صحبت های امام سجاد خیلی ها همون جا اعلان کردن در ملعه عام طوری که در تاریخ نقل شده یک دو گفتن که یبن رسول الله ما تحت امر شما ما تحت فرمان شما هستیم امر بفرمایید ما زیر لوای شما می جنگیم از جان خود می گزنیم. در همون صحنه یعنی در همون شهری کوفه <applause> که حالا امام سجاد به عنوان اسیر آمده حضرت فرمود شما اهل خود و نیرنگ هست شما با همین حرف ها پدر ما را به کشتن دادید آیا مردم شما همون هایی نبودید که نامه نوشتید برای پدرم و با او بیعت کردید که حضرت مسلم آمد 18 هزار نفر بیعت همه اینها را به یادشان آورد و سرانجام را به قتلگاه فرستاد شما هم یک همچین مردمی هستید باز هم ادعا میکنید که ما تحت فرمان شما هستیم چه فرمان؟ به صورت کلی و درجه هم باستاب این جنایت چگونه بود با این همه تبلیغات خب قبل از ورود یا در هم وقتی که بودن هم مثلا سخنرانی کردن و با. اهل بیت بعد گفتن و با این همه تبلیغات سو کرده بودن باستاب حالا جنب. نتیجه در واقع همین اونا میخواستن به یک نحوی اهل بیت رو کلا به محاق ببرن یعنی کلا اهل بیت رو به فراموشی بسپارن و اهل بیت رو تضعیف بکنن اما اینجا اهل بیت در حقیقت مثل یک خورشیدی درخشیدن گرفته دلها رو بیدار کرد و انسانها رو بار دیگر بالاخره به خط کشان و اونها را به سمت اهل بیت دلهای اونها را به سمت اهل بیت کشان و موج مخالفت را علیه حکومت یعنی کلا نتیجه را برعکس عقص. شد مردم همه علیه حاکمیت شد خب اینجا حضرت زینب سلام الله علیها هم بالا فرصت نیست که ما همه خطبه ده. حضرت زینب علیها علیها و سلام را بیان بکنیم اون حضرت زینب سلام الله علیها هم همین حرفا رو میزنه ولی گریه و زجه و ناله مردم بلند میشه اظهار ندامت و اظهار پشیمانی میکنه و لن میفرسته به حاکمان و کسانی که بالاخره دست به چنین جنایت زده بودن و وقت وارد کاخ عبید الله زیادم که میشه قضیه از همین قراره در برابر دشمن با چنان بالاخره جرعت و شهامت و شجاعت وارد میشه مجلسی را که اونها برای نمایش قدرتشان ترتیب داده بودن بر علیه اونها خاتمه پیدا میکنه ولذا در همون مجلس ابی الله زاد کسانی مثل عبدالله ابن عفیف که یکی از بزرگان کوفه است از قبیله ازد هست <applause> خب علیه عبید الله زیاد شروع میکنه به صحبت کردن و سخنرانی کردن و بالاخره دشنا میده به عبید الله زیاد و او را تهدید میکنه و سرانجام خب قومش به دفاع او برمیخیزه درسته او را گرفتن و به شهادت رساندن اما بالاخره اعلان مخالفت کرد قومش یعنی قبیله ازد که یکی از قبایل بزرگ کوفه است اینها ادعای مخالفت کردم و قیام کردن و خب در درگیری که صورت گرفت تعدادی از آنها دستگیر شد ولی سر سرانجام بعضی از آنها آزاد شد یعنی اولین جرقه های قیام و خروج و بالاخره مخالفت علیه حاکمیت از همون مجلس ابی الله زیاد و از همون روزی که اهل بیت وارد نه. کوفه شد آغاز شد و در همونجا در همون مجلس خیلی از بزرگان دیگه ای که جز اصحاب پیامبر بودن اعلان مخالفت و بیزاری کردند که از جمله اونها زید بن ارقم از اصحاب پیامبر پیرمرد نحیفی بود اتفاقا کنار عبید الله زیاد میگه نشسته بود وقتی عبید الله زیاد چوب بله آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام, السلام میزد و اشاره میکرد گریه کرد این پیرمرد گریه کرد آی عبید الله آی امیر در چوب خود را بردار از این لبهایی که من با چشم خود دیدم که پیامبر خدا این لبها رو میبوسید و شروع کرد به گریه کردن و مجلس را ترک کرد عبیدالله زیاد رو تهدید کرد که اگر پیر نموی بودی تو هم بالاخره سری تو هم از بدن جدا می ولی با گریه و با مخالفت و با ناراحتی مجلس تر همه اینها موج مخالفت را علیه حکومت در واقع به نمایش میگذاشت و عبید الله زیاد مجبور شد اهل بیت را به سمت شام حرکت بده یعنی میخواست خودش بالاخره از این مخمسه که گیر افتاده از اون ایجاد بده و بالاخره سرانجام خود عبید الله هم در کوفه باقی نماند رفت به بسره و در بستن آه. برادرش که نمایندهش بود و جانشینش بود برادرش گفت تو اینجا هم دیگه جان نداری یعنی کار به جایی رسید که بالاخره موجه قانیت اهل بیت همه شهرهای اسلامی را فرا گرفت و بالاخره این ندا به همه جا رسید تشکر استاد یک میان برنامه ببینید بیننده های عزیز گرامی از پس از میان برنامه ای کوتاه دوباره برمیگردیم ادوارد براون،, براون مستشرق معروف انگلیسی آیا قلبی پیدا می شود که وقتی درباره کربلا سخنی به گوش می رسد مالا مال حزن و اندوه نگردد حتی غیر مسلمانان هم نمی توانند پاکی روح موجود در این جنگ را انکار کنند بیننده های عزیز گرامی دوباره خوش آمدید مثبت 964 780 255 چیل پل ارتباطی میان شما و برنامه به وقت بیداری هست می توانید سوالات و یا هر گونه انتقادات و پیشنهادات دارید از طریق ارسال پرمک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید همچنان از شما دعوت می کنم که آدرس های ما را در صفحات اجتماعی چون آپارات فیسبوک و یوتیوب دنبال کنید استاد دوباره برمیگردیم سر بحث آنگونه که فرمودید استاد خب عرصه بر ابن زیاد تنگ شد کلا هر چیزی که می‌خواست برعکس شد اگر استمرار حکومت میخواست، اگر نابود کردن اهل بیت میخواست، همه خلاص کلا برعکس شد پس بنا نتیجه و دستاورد یزید از این حرکت و از این جنایت چی هست خب بله همونطور که شما هم نتیجه گیری فرمودید اون چیره که اونها رشته بودن کاملا پنبه شد و کاملا جو حاکم بر اوضاع شهرها و جامعه اسلامی بر ضرر اونها و به نفع اهل بیت خاتمه پیدا کرد که اینجا ما حالا ما اثر انقلاب آشورا را درک میکنیم که چی موجی ایجاد کرد و چی فضایی در دنیای اسلام فراهم کرد یعنی واقعا اگر این کار هم صورت نمی گرفت امت اسلامی همچنان در خواب غفلت به سر می بردن و آثار از اسلام باقی نمی ماند نیاز بود یک چنین موجی ایجاد بشه نیاز بود یک چنین نفخه سوری با قتل امام حسین و با شهادت امام حسین فراهم بشه تا ای امت خابده بیدار بشه و با هر آهنگ و با هر صدایی بیدار نمیشدن به رضا خون امام حسین موج ایجاد کرد و این موج زلزله در عالم اسلام فراهم کرد و این زلزله انسانهای خفته را بیدار کرد شما بینید در همون کوفه همونطوری که اشاره کردم دیگه دستههایی دسته های از مردم جدا شده از حکومت اولین دسته هایی که جدا شد کلا شهر را ترک کرد معروف شد به توابین در به رهبری سلیمان سرد خزائی همین هایی بودند که نامه برای ابو عبدالله نوشته بودند بعضا حتی به کربلا رفته بودند که از کربلا که برگشتن در مسیر راه دیگه اصلا به شهر برنگشتن اینها مسیرشان را جدا کردن دنبال انتقام از دنبال انتخاب به خونخواهی از خون ابوالعبدالله الحسین یعنی موج عظیمی ایجاد شد خب اهل بیت به سمت شام حرکت داده شد در شام هم همینطور این حادثه در بین راه چه اتفاقاتی افتاد خیلی مسائلی در بین راه بماند اه. که در خیلی جاها مردم به شهرشان راه ندادن این کاروان را این کاروانی که در اون رأسهای نورانی اهل بیت هست ما چگونه به شهر خود ما راه بدیم خیلی جاها مخالفت هایی شد خب در بعضی جاها همکاری هایی شد که بماند در شهر شام هم یزید که بالاخره خود پیروزی این میدان میدانیست برای اینکه پیروزی خودش به اوج نمایش بالاخره در بیاره سعی کردند که حتی از مهمانهای خارجی دعوت بکنه نماینده حاکمیت روم بعضی از اسقف ها و دانشمندان یهود و نصارا اینا رو دعوت کردن در مجلسشان و حتی در برخ از ما خود آی تبری نقل میکنه که سه شبانه روز اهل بیت را در بیرون شهر شام نگه داشتن تا شهر فرصت داشته باشه که خوب آزن بنده بشه جالب سهل ساعدی سهل ابن سعد ساعدی یکی از اصحاب پیامبره میگه من در مسیر به سمت بیت المقدس و به زیارت قدس میخواستم بروم در بین را به شهر شام عبور کردم شهر خیلی سرسبزی بود و عجیب است دیدم که مردم شهر را کاملا آزن, بسته مردم با دهول و دف و دایره زن و مرد اظهار شادی و خوشحالی میکنند تعجب کردم چه اتفاق افتاده خب بالاخره از جمعی سوال کردم دیدم جمعی پریشان و نگران و سروزیری البته یعنی شهری شام اکثرا و اغلبشان از دنبال روان بنی امیه و طرفداران یزید بودن ولی خب تعدادی از مسلمان ها و مؤمنین به شیعیان اهل بیت هم حضور داشتن بالاخره یک جمعی سربازی رو را دیدم از اونا پرسیدم چی خبره ایدی هست که ما خبر نداریم ما در حالی که اصحاب پیامبریم از پیامبر حدیث نقل میکنیم اونها گفتن نه ما تعجب داریم از این که چرا از آسمان خون نمیباره چرا زمین همه موجودات نمیبلعه گفتم چه اتفاق افتاده گفتن که بله قرار است که اهل بیت پیغمبر با سر بریده امام حسین وارد این شهر بشه مردم خوشحالی میکنه گفتم عجبا سر بریده فرزند رسول الله را وارد شهر میکنه اهل بیت پیغمبر را به عنوان اسیر وارد شهر میکنه این مردم خوشحالی میکنن خب ماجرا رو بعد اطلاع پیدا کردم رفتم خب دیدم خب حالا این اون چی که حالا اهل سعیدی میگه یا بعضی از کسان دیگه ای که نقل میکنه اینها بمانه بستر اینه که حاکمیت خاص انجام اما اوج قدرت خودشه به نمایش بگذاره هم اهل بیت رو بیش از بیش نه. تحقیر بکنه لذا میگه اهل بیت رو پوشهای چندانی نداشتن یعنی های مناسبی نداشتن رو از اونها گرفته بودن و در داخل کجاوه‌ها قرار داده بودن که روپوش نداشت یعنی کاملا در معرض دید باید باشه نه. چهره های اونها رو مردم ببینه حقارت اونها رو ببینه چهره های اونها رو که آفتاب زده بود و پوستهای های صورتشان کنده شده بود اینها رو با این حقارت وارد شهر کردن خب به این نمایش به قدر عظیم بود جمعیتی زیادی که وارد شهر شده بودن از صبح تا غروب بعضی از مورخین نقل میکنه یا تا وقتی زوال بعضی ها نقل میکنه تا به اون محل که خودی یزید قرار داره در خود مسجد جامعه اینجا محل اصلی نمایش هست که باید بیشتر اهل بیت رو تحقیر بکنه خب تا اینجا کشانده میشه خب مردم جسارت میکنن بعضا با سنگ و بالاخره با پارا و با خاکستر بر سر اهل بیت و حتی میگه با سنگ هایی میزدن بعضی سرها از نیزه میافتادن تا این اندازه جنایت صورت گرفت خب یزید میخواست که کاملا اهل بیت اینجا تحقیر بشه اما حالا اهل این چی, چی کار میکنه امام سجاد چی کار میکنه زینب چی کار میکنه میگه در کنار مسجد که رسیدن هنوز پیش خود یزید وارد نشده همونجا یک ایده مردی آمه. حالا امام از فرصت ها از سوجه ها استفاده میکنه پیره مردی میاد که خوب خدا شما رو رسوا کرد خوب شد بالاخره شر شما رو از سر این ملت مردم جامعه اسلامی و از شر سر حکومت کم و کرد و حکومت رو از شر شما نجات داد خب جملاتی از این قبیل گفت امام سجاد علیه السلام دیکی بنده خود خبر نداره ماجرا از نه. چه قراره مردم هم همه تماشا میکنن در اون نقطه اوجی رسیده که تماشاگرها همه هجوم آوردن میبینن نه. هر کلمه ای که ما میگه همه میشنون امام فرمود آیه مسلمان آره مسلمانه چرا مسلمان نباشم قرآن بلدی بله قرآن بلند اینجا آیاتی که در شعن اهل بیت یکی پس از دیگری قرائت میکنه که خواهد شما شنیده اید این ما الله لیود هی بعن رجس اهل البيت بالی خاندم مربوط به اهل بیت از فرمود او اهل بیت ما هستیم قلنا لا عليه اجرا الا المواد تف القربام او موادتی که میگه وظیفه هر مسلمان بر هر مسلمان است که واجب است مودت و محبت اهل بیت را داشته باشه او اهل بیت ما هستیم همینطور آیات رو یکی پس از دیگری این پیرمرد بنده خدا تعجب کرد دهنش باز ماند همونجا بیزاری جست از حاکمیت که نفرین کرد بر دشمنان اهل بیت و با. بالاخره ما بیزاریم از کسانی که علیه اهل بیت بوده باشه و بر اهل بیت ستم بکنه خب جو داره کم کم تغییر میکنه تا اینکه با اون مجلس اصلی میرسه اونجا خب حالا خیلی حرفای حدیث واردی وارد مجلسی میشه که یزید اونجا دیگه منتظر نشسته اراکین حکومت نشسته نماینده های خارجی نشسته خب همه نشستن امام سجاد علیه السلام وارد میشه با کمال به اعتنایی به یزید به یزید رو به نام مورد خطاب قرار بده میگه آی یزید میدانی با اهل بیت پیغمبر چی کردی اگر همکنون پیغمبر زنده میبود اینجا این صحنه را میدید به تو چی می که بالاخره تو اهل بیت خود را خاندان خود را کنیزان خود را پشت پرده های افاف و هجاب قرار داده اهل بیت پیغمبر را با چهره های گوشوده و با این حالت و با دسته های بس این نکته خیلی مهمه یعنی آه. اهل بیت رو با دست های بسته امام سجاد, سجاد علیه سلات و را با دست بسته وارد مجلس کرده بودن مجلسی که مجلس عمومی بار عام داده مثلا بعد اینجا یزید خجالت اولین ضربه به خود یزید همینجا بود که یزید دستور داد که دست های اینها را باز بکنید خب بعد گفتگوها آغاز شد که بالاخره خب خداوند بالاخره این وضعیت را این شرایط را برای ما ارزانی داشته و همه چیز دست خداست بالاخره خدا هر کی بخواد به عظمت به اوج قدرت میرسونه هر کی را بخوره بخواد خوار و ذلیل میکنه آیات قرآنی را اینجا قرائت کرد و بالاخره گفت همه قضا و قدر الهیه خدا خواسته نه. تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا یعنی بلکنای این که شما خاندان را خدا ذلیل کرد و ما هم که خدا عزیز کرده دیگه حالا شما به خیلی میکنین خب بی حرفا رو گفت و خیلی ادعاهای کلانی اینجا انجام داد و بالاخره سرانجام خطیبی آماده بود که سخنرانی بکنه و این قدرت رو بالاخره بیان بکنه تفسیر بکنه خب علمای درباری هست در طول تاریخ بوده آدمای درباری همیشون. که بالاخره برای یک لغمنان بالاخره خب خیلی حرفا گفتن و اونجا شروع کرد خطیب به صحبت کردن بر اساس رسمی که گذاشته شده به اهل بیت توهین کردن. و از حکومت نه. فعلی تمجید کرد و همونجا امام سجاد فرمود خب ای خطیب شما دنیای خود را شما آخرت خود را به خاطر دنیای دیگران تباه کردی میدانی چیکار کار کردی؟ یعنی حق را کتمان کردی؟ از باطل حمایت میکنی؟ خب تقاضا کرد که اجازه بده من صحبت بکنم این نمیفهمه چی بگه اجازه نه. بده من بالای منبر بروم صحبت بکنم آی یزید خب ببینید شما به حالا امام سجاد خودش به عنوان اسیر وارد مجلسی شده که طرف برای تجلی و قدرت خودش به نمایش گذاشته اینجا امام سجاد اونقدر جرأت داره که از حریف و رقیب و از قاتل پدر خودش و از حاکمی وقت با اون حیبت و جبرون میگه که اجازه بده من حرف بزنم خب یزید خب میفهمه که اینها چه خاندانی هست لذا مهن. اجازه نمیده ولی خبر به گوش مردم میرسه مردم همه میبینه میشنوه و تقاضا کردن که اجازه بده بیسه حرف بزنه شاید چند جمله بیگه دیگه خب حضرت اونجا بلند میشه و اون خطبه قرا و تاریخی خودش به نمایش میگذاره و صحبت میکنه استاد اگر اجازه بتید نگه میان برنامه ببینم بعد ادامه بس شکر بیننده های عزیز گرامی سیاست این که نگاه های ناب و را تقدیم این بخشی از برنامه کردید پس از یک میان برنامه دوباره ما را همراهی کنید یا صاحب زمان شود یا که شبی بر دل من یار شوی یار این خسته غم دیده بیمار شدی سینه غم زده ام بهر تو سوزد همشم دل من آب شده کی تو پدیدار شدی با کلافی بنشستم سر بازار رخت کی تو ای یوسف من بر سر بازار شدی همچو یعقوب شده دیده ام از درد فراق کی به پیراهن خود نور شب تار شدی هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خرید شود آیا که مرا هم تو خریدار شدی ز غم غربت تو شام غریبان شد دل ز غم غربت تو شام غریبان شد دل چه شود گر تو مدد کار دل زار شدی شعله خیمه آتش زده گوید که بیا زائر بی کفن بی سر و خونبار شدی اللهم عجل لولی کل فرج رحمت به مادرم که مرا مجلس تو برد این شوق نوکری اثر شیر مادر است بیننده های عزیز گرامی دوباره خوش آمدید و یک سلام هم عرض بکنم خدمت و از عزیزای بیننده که تازه به جمع ما پیوستند سپاس از اینکه در کنار کانون گرم خانواده برنامه با وقتی بیداری از تلویزیون جهانی هادی را بیننده هستید بیننده های عزیز گرامی ادامه برنامه هست و در خدمت روبروی شما عزیزان و در خدمت جناب استاد مختاری هستیم استاد بفرمایید هست. خوب امام سجاد علیه و السلام بعد از حمد و ثنای که به پروردگار متعال و به رسول گرامی اسلام و به اهل بیت اینجا هم سعی میکنه خود معرفی کنه چون شهر شام اکثرشان خبر نداره چه اتفاق افتاده اصلا شناختی از اهل بیت نداره وقتی همون مردم شام وقتی شریدن امیر در مهراب مسجد به شهادت رسیده یک عده تعجب کرده بودن مگر علی مسلمان بوده که داخل خانه خدا کشته شده اونجا چی میکرده شهر شام یک همچین شهری شهری هست دیگه خب خیلی ماجراها داره حالا در حضور این مردم امام سجاد علیه السلام خود را معرفی میکنم خب اینجا چند نکته به مقدمه یه حرفش خیلی جالبه چون همه ای صحبت نمی رسیم. اشان این صحبت دیگه نمیرسیم اینگونه میفرماید که ما خانواده ای هستیم که شیش چیز شش چیز به ما شش چیز به ما عطا شده که به کسان دیگه ای نداده یعنی عطا نشده بب. یا اگر شده بالاخره بارقه ای و یک جرقه ای اما به ما عطا شده و اون شی چیز یکی علم هست علم و دانش با ما داده شده انا مدینه العلم علم و علی و بابا هم بهم. یکی حلم و بردباری و صبر با ما عطا شده یکی سماحت و بخشندگی با ما عطا شده فساحت و بلاغت با ما عطا شده بیانی که ما داریم کسی دیگه این نداره شجاعت بهم. با ما عطاش اینها با ما داده شده و یکی محبتی ما در دل مردم در قلب انسانها عطا شده این دیگه کسی نمیتوانه پاک کنه اینها عطای الهیه کسی نمیتونه با خدا در بیفته لذا اینا چیزهاییست که با ما عطا شده و چند چیزم هفت چیزی دیگه جزء فضائل ماست این فضیلت به ما داده شده که دیگر از این فضیلت برخوردار نیست این که پیغمبر از خاندان ما فرزندان پیغمبری خداییم پیغمبر آخر زمان علی مرتضا که صدیق اکبر این لقب مخصوص علی علیه صلات و سلامه علی صدیق اکبر در روایات در, منابع عزیزان اهل سنت ما این روایت آمده صدیق, صدیق اکبر صدیق از القاب علی علیه علی صلات. علی علی صلات و سلامه و همینطور حمزه سید و شهدا اسد الله و اسد و شیر خدا و شیر رسول خدا یه از ما خاندان هست جعفر تیار که در بهشت با دو بال پرواز میکنه بازم از ما خاندانه سیده زنهای عالم نه سیده زنهای اهل بهشت که روایت در صحیح بخاری در جمعی سیها آمده و مخصوصا در صحیح بخاری این روایت ما خودم دیدم سیده زنهای عالم از مادری ماست و همینطور سید جوانهای اهل بهشت حسن و حسین علیه و سلام اینها از ماست پدران ما هستند از شما مردم نیست این گونه خود معرفه بعد همینجور او خطبه غرای خودش را بیان میکنه خب مطالب زیادی من. کار نداریم یک موجی در, در مجلس ایجاد بشه مردم شروع میکنه به گریه تازه مردم شام فهمیده اینا کی هستند. تازه میفهمن حکومت چی جنایتی مرتکب شده مردم شروع میکنه به گریه کردن و زج زدن یزید دستور میده به معظم که من. من. از آن بگو وضعیت خراب شد یعنی کاملا برق برگشت از آن که میگه حالا او فرازهای قبلی را کار نداریم تا میرسه و اشهد ان محمدن رسول محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اینجا صدا میزنه مؤذن صبر کن خطاب میکنه یزید تو را خدا بگو که این محمد توست جد تو یا جدی من اگر بگی جدی توی دروغ گفته همه ای مردم میفهمه و اگر بگی جدی من هست فردا قیامت در برابر این جد من چی پاسخی خواهی داشت که فرزندانش را به ایثارت بردی بالاخره این همه جنایت مرتکب شدی خب کلا فضا عوض میشه فضا تغییر میکنه حالا ما نمیخوایم به خیلی مسائل دیگه کم چون زمانی کم ما میخوایم با خروجی امی... آره محور اساسی بس ما با خروجی های این قضیه بپردازیم برداشت. که خب این حرکت چی چی پیامد های داشت چی خروجی داشت این سفر به کجا خاتمه پیدا کرد شما ببینید با چی وضعی اهل بیت را وارد کردن با چه خاری اهل بیت را به اسارت بردن تا شام و به مجلس یزید و خیلی صحنه های دلخراش دیگر اما خروجش چی میشه سرانجام اینا رو به خراب جا دادن خروجش اینه که سرانجام خود یزید که حاکم بود و عامل اصلی بود اظهار بیزاری کرد از عبیدالله الله زیاد که این جنایت مال من نیست همونی که اول افتخار میکرد گفت نه کار من نکردم اگر من با حسین برخورد میکردم همچی جنایتی نمیکردم دست به yeah. چنین جنایتی نمیزدم کار پسری مرجانه است اهل بیتی که در خرابه جا داده بودن دستور داد به کاخ یزید آوردن و دستور ازاداری داد اینا, اینا مسئله ساده ای نیست اولین ازاداری رسمی در کاخ یزید انجام شد همسر یزید کسی به نام هنده دختر آمیر که همسر یزید بود وقتی سر ابا عبدالله الحسین رو با اون وضعیت دید میگه با با سر برهنه وارد مجلس یزید شد و یزید ابای خود رو روی سر و انداختی زن چی شده؟ گفت تو خجالت نمی کشی سر زن خود را می, می پوشانی اما زنهای اهل بیت با سرهای برهنه و نمایش گذاشته میشه خب اولین از سه شبان روز در کاخ یزید ازاداری صورت گرفت کاری ساده ای نبود نه. اینجا زنهای بنی امیه می آمدن، اینجا زجه می زدن گریه می کردن در خود خانه یزید مجلس های بعدی در وعده های نماز که مجلس برگزار می خود یزید گریه میکرد برای ما حالا ممکن ظاهر سازی بود اما خود یزید گریه میکرد و همه مردم گریه می کردن. اینا کارایی بود که اینجا انجام گرفت و سرانجام از اهل بیت عذرخواهی کرد و خصوصی با امام سجاد گفت بالاخره اشتباه از طرفی کسان دیگه ای بوده ما تقصیر نداریم با عزت و احترام اهل بیتی که با خاری وارد شام شد با پیروزی و با عزت برگردانده شد گفتن خب چی میخواهید از ما همه اون چی که با غارت برده بودن پس داد به. و و سفارش کرد اینا چیزایی که نقل شد، تثبیت شده است در تاریخ تاریخ تبری تاریخ کامل ابن عزیر مروج و ذهبی آی مسعودی و تاریخ ارشاد شیخ مفید همه بزرگان عالم اسلام اینا را نقل کرده و یک انسان امین بشیر نعمان ابن بشیر را به عنوان امین در کنار اینها قرار داد کنار برگردانه خطاب به امام سجاد که هر مشکلی و هر خواسته ای داشتی فقط به شخص خود من نامه بنویس همه را من اجرا میکنه نکته جالبی عاطفی اینجا بود که یکی از سفارش های کتکنان در تاریخ نقل شده به نعمان ابن بشیر شما که مسئولی این کاروانت که برمیگردان این کاروانی نه. به چی وضعی آمده بود و حالا با چی شکلی داره برمیگرده کجاوه ها با شکل و شمایل خیلی بالاخره مجلل روپوش های مجلل لباس های فاخر و خب همه اینها و سفارش هایی که صورت میگیره این خیلی جالب بود به نعمان ابن بشیر میگه با این تعداد افرادی که شما محافظ اهل بیت هستید هر جا خواستن اینها را نگه دارید و وقتی که پیاده کردید شما اونقدر فاصله بگیرید که اونها هر گونه که خواستن بینشنن یا مشکلی داشتن زمینه ده. شرم و حیا نباشه یعنی شما در جلو دید و جلو چشمشان نبوده باشید نکته بله. دیگه اهل بیت رو جلو مقدم از خودتان قرار بدید که شما چشم شما چشم سربازان شما به چهره زنها نیفته حالا شما تصور بکنید همین اهل بیت رو با چهره های بدون روپوش با کجابه های بدون روپوش وارد مجلسشان کردن اما حالا بر در برگشت شما ببین چه اثر گذاشته حضوری اهل بیت در شام و سخنان امام سجاد چه کرده با این مردم با این جرسومه فسادی که دستش به خون انسانها آلوده است اما کار به جایی مرسه این گونه اظهار عجز اظهار ذلت و خفت میکنه خب اونا میخواستن اهل بیت ریشکن بشن جالبه که در همون مجلس یزید یک شاعری شعر شاعر نه برادر مروان حکم بنا... برادرش اونجا در کنار یزید بود و شعری گفت در ضمن شعر خودش این پیام را رسند که شما ببین یا امیر نگاه کنید که نسل پیغمبر دیگه تمام شد خوریجه ها رو دقت کنید نسل پیغمبر دیگه تمام شد اما نسل بنی امیه مثل ریگه های بیابان هست این تعبیری که در اونجا او آدم او رو اظهار میکنه گرچه یزید با او اعتنایی نمیکنه میگه حرفا نزن اما خب بالاخره بنی امیه هستی ای که اونا خوشحالی میکنه اما امروز ما چی داریم؟ بهم. امروز ما در کجایی کاره امروز از نسل یزید از بنی امیه ما کی رو میشناسیم کی جرأت داره خود را منتسب بکنه به آل امیه اما بهم. نسل پیغمبر نسل امام حسین نسل امام سجاد نسل اهل بیت دنیا را فرا گرفته به عنوان عزیزترین انسان ها در دنیا زندگی میکنن هر جا یک نسل پیغمبره ساداتی که منتسب به اهل بیت هستن نور چشم جامعه است و بالاخره مردم به با اونها احترام میکنه یک سیدی در دن... جایی از دنیا میره قبرش تبدیل به یک زیارتگاه میشه چرا چون منتسب به اهل بیته مردم افتخار میکنن متصل به اهل بیت متصل به این خاندان بوده باشه اینها خروجه های این قیام و انقلاب بود آثار و پیامت هاش امروز شما ببینید در دنیا نامی که از یزید برده میشه و نامی که از امام حسین برده میشه کدام پرچم بلنده پرچم, های پرچمهای... پرچم امام حسین در کربلا به ظاهر سرنگون شد پرچمی که دست عباس بود این پرچم با دست نقش زمین شد اما امروز این پرچم با همون دست بر بام دنیا به اهتزاز است در هیچ جای دنیا شما شاید جایی را پیدا نکنید که اونجا نام امام حسین برازنده مجالس شاید. محافل نبوده باشه شما مراسم ما را در دنیا امروز میبینید در دنیای مدرن امروز با پیشرفت علم و دانشی که صورت گرفته هر روز عزاداری امام حسین تنها بحث عزاداری ازاداری یک سمبل هست اما بس اهداف امام حسینه اهداف انقلاب امام حسین ظلم سیتیزی امام حسین ادالت خواهی امام حسین برادری و برابری که امام حسین تبلیغ میکرد و ادالتی را که تبلیغ میکرد ارزش های اخلاقی را که تبلیغ میکرد همه اینها به عنوان یک منشه خیزش و حرکت های اصلاحی در دنیا هست و همه از حسین نام میبره. حتی یک هندویی که خدای ما را قبول نداره بود پرسته ولی حسین ما را قبول داره بسیار. از حسین ما به عنوان الگو نام خوبست. میبره بسیار عالی استفاده کردیم امیدوارم که انشالله بیننده های عزیزم استفاده کرده و انشالله که استفاده های بیشتر استاد موضوع دیگر هم که در قسمت خیلی مهم است که دوست داشته مطرح بشه یکی چگونه از این نهزت با ایش و عظمت باید تجلیل شه و چگونه تجلیل میشه اینا رو اگر عمر بود بازر خدمت شما خواهد خیر و سلامتی بعد از تان تشکر از حضورتان سلام نون و قلم نبیست و ما حسین تاق فلک علیست به عالم ستون حسین خلقت تمام حضرت زهراست خون حسین هستی تمام ظاهر و مافل حسین با یک قیامت است همال غالبون ولی در انقیام نقطه پرگار زینب است بیننده های عزیز گرامی سپاس از اینکه تا این دن با ما همراه بودید این بود برنامه میشه وقتی وقت بیداری تقدیم حضور گرم شما خوبان گرده تا برنامه بعد همه را پاک به هم تا میسپارم ایام به کامتان وقت خوش خدا نگهد